حالا ما تو جنگل کاج هستیم. همه ما بچه های دهه 40 و 50 نوردین زرینکلک را می شناسیم. آنها هم که اسم او را نشنیدند، با نقش های او که هر کدام نقشی ماندگار در خاطره های کودکی ما است آشنا هستند. کتاب های درسی، کلاغ ها، کرم ابریشم، زال و سیمرغ و همه آن کتاب هایی که هزاران بار می خواندیم و سیر نمی شدیم. بزرگتر که شدیم او پرکارتر شده بود. حالا برای من فیلم می ساخت و آنها که راهی به کانون پرورش داشتند نقش های او را بر پرده سینما که حالا جان گرفته بود تماشا می کردند. پیش استادان مختلف تذهیب یاد گرفتم، مینیاتور سازی رو یاد گرفتم. مرحوم زاویه استاد مینیاتور من بود، مرحوم یوسفی استاد تذهیب من بود و بعد مرحوم شیخ و محمود اولیا که شاگردان مستقیم کمال‌الملک بودن به من نقاشی رنگ روغن آموختن. بعد از اونجا مؤسسه فرانکلین شروع شد که من برای کار تصویرسازی کتاب‌های درسی از اول تا چهارم ابتدایی دعوت شدم به این مؤسسه. در حقیقت این دوران مقارن شد به همون دوره‌ای که خود من و مرتضی ممیز و فرشید مسخالی و آقای کلانتری و سایرین به اصلا انجمن گرافیست ها رو شروع کردیم به فکر کردن در اطرافش و یواش یواش تبدیل شد به اینکه خب تعریف مشخصی برای گرافیک پیدا کنیم. یه جوزی خانم دکتر زهرای خانلری که منطق و تیر رو به زبان کودکانه نوشته بود آمد به مؤسسه فرانکلین و خواست که برای این کتابش تصویرسازی انجام بدم. من تصویرسازی اون کتاب رو قبول کردم و به این ترتیب من پرتاب شدم به دنیای کتاب کودکان و تصویرسازی برای کتاب‌های کودک و کانون پرورش فکری کودکان که درست همون زمان تأسیس شده. کلاغه میگه وای وای سوخته قلم کار کار اتاقا میگه من زرگرم دوغ تلو به گردنم از فسیه از فسیه زیر بغلم دسته کن برو درم آچین و واچین یه کتاب رو که خوندم داستان کلاغ ها بود نوشته نادر ابراهیمی. گویا آقای شیروانلو کتاب خانم خانلری رو دیده بوده و در اون تصویرهای پرندگان رو دیده و از اونها خوشش اومده بود، آمد پیش من و گفتش که این کتاب رو بساز. با تموم شدن این کتاب به من پیشنهاد کرد که آیا دوست داری که انیمیشن رو بری در اروپا
در یکی از کشورهای اروپایی تعلیم بگیری، یاد بگیری و در ایران فیلم سازی بکنی. یک دو آش میخوری؟ بسم الله. حسن کجاست و کوچه؟ همون زمان شورای کتاب کودک تأسیس شد. همون زمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بنیادش گذاشته میشه و به سرعت ساخته میشه و بالا میاد. فستیوال جهانی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تهران برگزار شد و با برگزار شدن این فستیوال هم تعداد زیادی فیلم‌های درجه یک کودکان و نوجوانان و هم سازندگان اینها که پیشروان فیلمسازی جهان بودن، نظیر مکلارن، راول سروه، جان هالاس، عرض کنم جان هابلی، زمینه رو فراهم کرد برای اینکه یک نفر به کشور بلژیک و مدرسه‌ای که ایشون در اونجا رئیس قسمت انیمیشنش بود دعوت بشه، که بر حسب قضا اون شخص من بودم. شیرمالو تشخیص داد قابلیت این جوان رو تشخیص داد و اون میخواست که یک هسته ای از انیمیشن رو تو کانون به وجود بیاره و اینو فرستادن بره بیاموزه. انصافا رفت کار کرد و آموخت. من رفتم بلژیک و از سال 1348 تا 50 یا 51 مشغول آموختن انیمیشن با آقای راول سروه بودم، به طوری که همراه ایشون حتی به اولین فستیوال انسی در فرانسه هم رفتیم و فیلمی که من در مدرسه تهیه کرده بودم در اون جشنواره برنده جایزه فیلم‌های مدارس انیمیشن شد. پروانه پیله داره نخانه. او اینو ببین، شه اول شغاله که اهل قیل و قاله. چی؟ این خه اول خروسه. هر یک از کارهای زرین‌کلک که می اومد به دست بچه ها برای ما یک شادی غیر قابل وصف. قصه گل‌های قالی یا مثلا زال و سیمرغ، وای شاهنامه چجوری داره زنده میشه برای بچه ها و این داستان رو چگونه میخوای برای بچه ها تعریف بکنی. Thank you.
برگشتن من از اروپا در حقیقت من در گردابی از کارها غوطه‌ور شدم. کار ساختن فیلم از این طرف وظیفه اصلی من بود، از طرف دیگه تصویرسازی کتاب رو همطور، اونها رو البته بیشتر با عشق خودم بود، به خانه می آوردم و می ساختم، و از طرف دیگه به دلیل نبودن انیماتور و کسانی که کمک بکنن در ساخت فیلم مجبور شدیم که به تأسیس مدرسه انیمیشن هم اقدام بکنیم. عنوان اولین تجربه جدی شغلیم شروع کردم در یکی دو سال بعد از برگشتنم از بلژیک، و خواستم ببینم که میشه بر اساس داستانهای ایرانی و با تکنیکهای تصویرسازی کتابهای دوره قاجار یا کتابسازی مثلا عامیانه فیلمی تهیه کرد و اصول رو حفظ کرد. بزرگ و بزرگتر شده بودند و هر کدام فرزندان تازه‌ای آورده بودند. وقتی که انقلاب شد و همه کارهای هنری تعطیل شد، من یادم افتاد که ای بابا من دکتر داروسازم دیگه، چرا نرم دنبال کار داروسازی؟ این بود که رفتم به کار تصویرسازی برای معرفی داروهای جنریک که یکی از برنامه‌های قدیمی بود، و این توفیق نصیب من شد که بتونم برای این کار بخش مهمی از زندگیمو صرف بکنم. این دوره که تموم شد، در واقع یک تهیه کننده فنلاندی آمد به سراغ من که بیا با من یک فیلم انیمیشن بساز، و من رو دعوت کرد به کشور خودش و من با او رفتم به فنلاند. مشکل ما در فنلاند این بود که نیروی کار گیر نمیمد. بنابراین اولین کاری که کردیم این بود که یک مدرسه انیمیشن تأسیس کردیم. در پایان هم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که با اون نیروها اساساً امکان ساختن یک فیلم انیمیشن بلند نیست. این شد که تصمیم گرفتیم که یک کار اساسی بکنیم. بنابراین حرکت کردیم و رفتیم به سمت کالیفرنیا، و در کنار استودیوی والت دیزنی یه استودیو اجاره کردیم و شروع کردیم به مجدداً کار کردن روی پروژه و استخدام افراد متخصص، و تیم بزرگی تشکیل دادیم. اما اشکال قضیه این بود که با ورود هر آدم نظر تهیه کننده ما اندکی تغییر می‌کرد، و همین تغییرات باعث می‌شد که کار یک مرحله عقب بیفته. به این ترتیب در طول دو سه سالی که من روی این پروژه کار کردم،
بیش از 13 بار داستان عوض شد و تحت این شرایط اصلا من حس کردم که دیگه این فیلم عاقبت و سرانجامی نخواهد. به هر تقدیر آمدم به ایران و شروع کردیم از صفر کار کردن. کارهایی که در این مدت کردم پرداختن به نقاشی رنگ روغن بودم و از آرزوهای من بود که بالاخره من یه فراغتی پیدا کنم و این تجربه رو بکنم. در این زمان چند فیلم کوتاه مثل فیلم برای یونیسف، فیلم برای مسکو به مناسبت 830مین سال تولد مسکو و فیلم پود که برگرفته بود از کتاب قصه گلهای قالی، آنها را در آغوش بگیرد یا در سایه خنک شاخه ها بلغزد و با آهوها و گوزن ها بازی کند. اون چی که الان دارم میکنم عبارت هست از فیلمی که مهمترین بخش زندگی من رو پر کرده و الان حدود یک سال و نیم است که روش کار میکنیم، ولی هنوز یک سال دیگه کار داره و فیلم بسیار سنگین و پرکاری است و بسیار سیاسی و طنز سیاه. غیر از این یک مجموعه کتاب در دست دارم که عبارت است از ملا نصرالدین، کتاب امیر ارسلان، قصه های مثنوی معنوی، کتاب فلان السلطنه، بهلول و یک مجموعه کتاب که فکر می‌کنم تا آخر زندگی من پر کنه.